سلام داری. سلام. خسته نباشی داری. سلامت باشی. عمر شما زیاد. خدا قوت. بفرما. بفرما. حسنیا جان. بله بابا. بیا بابا جان. بیا این پیاله چایی را ببر تکم میز شمسولا. اونجا. چشم. خب. چه خبر داری؟ نقدن که میکاریم و چیزی اون به خانه نمیبریم. درست میشه. تا بوده همین بوده. تا هستم گمانم که همین باشه. ای فردا رو چه دیدی دایی؟ سلام میرزا دایی. علیک برومات دختر جانو. جانم تنه تازه کنی. نقل و نبات عروسید باشه حسنیا جان. یدولا امید خدا این پاییز دیده حل عروسی تو گفتی. ای دایی با این سال روزگارا و کندوله های خالی دیده دل دل نکن دایی. خدا رحمت کنه مرحوم پدرتا. آخر شما آرزوی داماد سلام تو به دلش مان. تا چش مادر دوازه زن تو ببر خانه. دست عمرو خوب کسی هشتی دایی. حسنیت های مادر خدا بیا مرزشه شیر زنه. خب این دخترم کشش به دست توه. سلام علیکم مشامو. سلام علیکم. خدا قوت. عمرت زیاد حاج نایر. بیا بیا. بفرما بفرما مشامو. بشین. یا الله دوباره ببین ارباب چه گربهی برامان پالان کرده که نایه پیدا شده. خلاصه بی خودکی خوف نکن. خرج عروسی را خدا میرسانه. امید خدا تمامش کن دیگه. امید به خدا. خب میرفتم طرف هندوانه دیمان. یا علی دی. به سلامت میزاده ای. امون خیر باشه. نایب چی داره گوشت میخوام؟ ای قلمش بشکنه. کی تا حالا خیر از اینا دیدی که دویومیش باشه؟ ها؟ باز دوباره چه خری برامان پالان کردن؟ کارش دیه برا ما از این شوخی ها گذشته. فرستاده سراغ حسنیه که با ارباب بره شهر یه مدتی خانش کلفتی. به هرچی نوبتر زنش خندید مادر به خطا. من ننمان در خانه ارباب کلفت بوده یا باجی من کلای کرت دیهش باشه. نه نقل کلفت بردن نیست یدولا. اون هواخواه کلفتی تو این آبادی زیاد داره. این پدر سوخته ها رفتن پرش کردن برای ما بهانه به ترش و زخمش بشه من بزنه. شما چی گفتین؟ لام تا کام زبانم واز نشد. حالا قراره برم خانه اربابی خدمت خودش. نرو مشتمو سور واسه ها بکوم. اگه خبرکشات برات نگفتن که دختر من شیرینی خورده ی مردمه. خدا ریشه شنه بسوزنه که خانه سوزه منه. ارباب خدمتت که عرض کردم. به سر مبارکت قسم این دختر عصای دست منه. یکی از اون حکمان به عرضتان رساندن که شیرینی حسنیه رو پیش از ماه مبارک پارسال برای یدالله پسر آمببراز خدا بیامرز خوردید. آبا فرمایش نیست؟ یه خورده سیب می‌ورد بیار. چشم. عرض گرفتاریم این آبا. مرتی که گفتم سغرا کبرا نچین. یه ماه اون زیور میخواد بره مرخصی. دخترت میاد شهر پلو زن بچه من تا اون زنه که برگرده. خودت هم به نایب گفتم هرچی خواستی بهت بده. صحبت چیزی نیست ارباب. ما نمک پروردیم. اگه ممکنه همین بتول یا تاج ما خانم خوب تو این یه ماه جای زیور ببرید شهر.
اینو که خودم هم عقلم میرسید. چی بگم والا؟ نمیخواد بر من تکلیف تعیین کنید. به گمانم ترسم اشمو از یدالله باشه ارباب، وگرنه خودش چه حرفی داره؟ اون یدالله هم غلط میکنه، نفسش در بیاد میدم چوب پاسرش کنم پدر سوخته رو. علل خصوص که از گوشه و کنار شنیدم که گنده تر از زنش مرد میزنه، مردم رو تحریک میکنه. مردی که پدر سوخته رفته اسب خریده، من که خبر ندارین غلط ها به رعیت جماعت نیومده. اسب فقط مخصوص سرطویله اربابیه. بله نبود فردا رادیو هم میخره. برو مشتی، برو دخترت را بنداز، فردا با ارباب برش شهر. به سلامتی دیار ارباب صاحب اختیاری سر بنده و دخترم بخواید، اما حسنیه را والا نمیتونم بفرستمش. خدا میدانه از روتان خجالت میکشم، آب روتان پلو من 100,000 تومان قیمت دارم، اما چه کنم؟ مردی که پدر سوخته بعد یه هم حسد برای یه ما دختر تو خواستم. ببین چه موش مردگی بازی در آورده. این همه دختر تو این آبادی هست روم سیاه. لارشو بمیر پدر سوخته. من اگه نتونم یه کلفت بود، آخه اگه من نتونم یه کلفت از رایت های خودم رو ببرم، باید سرم رو بذارم زمین. ارباب میخواد خونتان رو کثیف نکنین، فشارتان میره بالا، صلوات بفرستینین که قابل هست. پدر سوخته من یه چیز کوچیک ازش خواستم. ارباب شما بی جهت خودتان ناراحت نکنین، مشمو غلط میکنه که دخترشو نفس خانه شما، حالا ملتفت نیست که حضور شما جسارت کرده. اصلا این پدر سوخته ها طایفتا پدر سوخته بون ناراحت هم. برش این گیره سگو تو طویله ببندش با آخور. چشم حسن باشو باشو بریم باشو 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 آدم با اربابش که اینجوری حرف نمیزن. خجالت داره. نه را بیا بده جعفرقلی ببندتش با آخور و کاه بریزه جلوش. مرتی که اگه پدر سوخته باشو. باشو باشو بیالتم راحت باشو. های زیادی مردی که رفته اسب خریده، امروز اسب خریده، لابد فردا جیپ هم میخره. بد نیست والا. مشتمو بابا تو که دنیا دیده ای، چرا بی خود با ارباب یکو به دو کردی؟ خب حالا خواسته دختره رو ببره خانش، اگه یکی دوم دختره بره خانه ارباب، آسمان که به زمین نمیاد. او حالا پیله کرده چون دخترتو خواسته، اگه ندی معنیش یاقیگریه. خب راستم میاد یه فردا تو این آبادی کسی براش ترام خورد نمیکنه. نمک به زخمم نزن ناجب، من چوب شما پدر سوخته های از خدا بیخبرم میخورم. بابا مگه شما مسلمون نیستید؟ دختر من اسم گذاشته ی مردمه، چرا دین و ایمانتون رو به مال دنیا فروختید؟ غرضم این بود که از این حال درت بیارم. نمیخوای؟ بمان همینجا. اینجا چی که آبروتون میان ده و آبادی به باد بده. برو پدر سوخته بی آبرو، برو تکاسش لیس بزن، برو ببین با استخونهای پسمانده عرقش یه لقمه گوش برات بنده. برو همه تان برید، برید لچک به سرای سیبیل دار، برید بی دینای خدا نشناس، برید بوم خونیا، برید. ننه جان بدبختی یه گرد آردم ته تاپون نمانده، کاش که یه تو که پا می رفتی تک اون کت خدا فرج. شش می گفتی این نجاست به اون ریشه بیاد، آخه ناسلامتی ما عموزایی. چش بگو برد تک اون ارباب بی همه چیزش، بگم مگه اهل آبادی همه طایفه امام حسینن و ما قوم شمر؟
که دیرو به همه گندم قرضی دادی و سفره ما خالی مانده. من یه کرتی های حرفا زدی نزدی ها. به همه اهل آبادی تلام که بدن من یکی زیر بیدق زور نمیرم. یه مشتسر دل خودم میزنم اما کمرم برای تملق تا نمیشه. آخه نه آخه نداره. رو خانه برارت از زنش تا چه آرد قرض بگیر. همونطور که فرستاده بودی سر شخ تکم که صحبت عروسی را پیش بندازه همونطور ما را ازش آرد بگیر. هرچی سر ما میاد از اخلاق توه. زنمو چیه؟ چه خبره؟ زنمو زنمو بینر چرا ایجور شوریده ای؟ آقا ما ارباب انداخته تو طویله. ای خوده دیدی چه خاکی به سرمان شد. دیدی تو آبادی آبرو برا ما نمانده. تو رو به خدا یک کاری بکنی. خانش رو سرش خراب میکنم بی همه چیزا. الان خون را میفته. پایستا یک اولا نمت جان پایستا کجا بیدی؟ دندان به چکر بگیر سر داشته باش. دایی بی خود عصبانی نشو یه خود خودت نگردار. کاری نکن که فردا پشیمانی داشته باشد. بیا بیا بریم خانه ما آرام بگیر و شیطان رو لعنت کن. من خودم میرم تکرباب ببینم چه خبره. آخه تو چرا میخوای بیگدار ما بزنی؟ دایی جانی بی همه چیز اگه جلوش نگیری فردا هزار تا غلط دیگه رو دیگه میپارسام. اگر چیزی بود بکنی نه میرزا بی خود رون انداز ارباب. این پدر سوخته باید آدم بشه. لا 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 ارباب شما هرچی باشه بزرگانید، نباید با ما نفهمات در بندازید. البته اینا تفسیر کردن رو فرمایش شما فضولی کردن. خب دیگه بی سوادن و نادون. نه میرزا من اگه امروز نتونم این پدر سوخته رو سر جاش بشونم دیگه فردا قدم به این ده نباید بذارم. خاصیت رعیت جماعت رو من بهتر از تو میدونم میرزا. تد خدا. بله عربا. برو ببین این مرد چی که هنوز دست از خریتش بر نداشته. نه صداشی میشنم. ای بابا ای دارن میزننش بیدینا. ید الله کجاست؟ ای بابا میدانستم که شر به پا میشه. با یه زحمتی رازیش کردم با اسبش رفته بالا که مادگاه رو بیاره. خوب شد تو آبادی نیست وگرنه خود را میفته. بره بلا مست سگ بکشیدش پفیوز. ببرید لاشش رو بندازید تو خونش تا همه ببینن و عبرت بگیرن. جفر مالی برش دار گورش رو گم کن یلا. شاش مرباب. ای خدا صدای ناله ای پیر مرد بدبخت رو میشنوی؟ ای خدا چرا به داد ما نمیرسی؟ آخه ما به جز تو کسی رو نداریم. آخه این ظلمه، به خدا ظلمه. ای خدا چرا به دادم نمیرسی؟
آخه اولا جونم، یه مش پوست و استخوانم، طاقت کتک را ندارم. آخه چرا؟ ای خدا، چرا جواب ما بدبخت را نمیدی؟ ارباب تصدق سره بعد از شلاق خوردن مشتمود یه مشکل صدای کسی توی آبادی در بیاد. دقیقا اگر یه جوری این یدوله هم آدم میشد بد نبود. گل گفتی کت خدا، فقط اونه که تو مردم زبان درازی میکنه. دیروزم تو آبادی باز دهنشو واز کرده و مرتی که خر به شما جسارت کرده. چی؟ بله ارباب، بله. با گوشای خودم شنفتم. چند وقتی صبر کنین مردم شلاق خوردن این مردی که یادشون بره، باید به خدمت اونا میرسم. وای خدا پشتم، پشتم بی انصاف، تمام دنده هم فرو رفته. ای خدا، تقاص مظلوم از ظالم بگیر. تو یه مش پوست استخوان از خدا حیا نکردم به این روز انداختم. همش تقصیر دایم شد. اگه هشته بود بمانم که حالیشان میکردم. نه نه، شکر خدا که معرکه راست نکردی، بلکه خدا خودش جزاشانه بده. اینا دیگه ظلم از حد گذراندن. به کولتون خیلی وقت بود که خوابیده بودم. از همان خرمن پارسال که یدالله سر ضابطش نعره زد که بابا تاوان موش انبارشو چرا رعیت باید بده؟ منم که اصلا یه گندم ندادم. همان دیگه، ده از همان وقت کینت داشتم. کلفتی بردن حسنیم به همان خدای بالا سر یه بهانه بیشتر نبوده. بلایی که سر سلمان آوردن و بیابروش کردن، حالا نوبه شما بودم. پدر سوخته، به تریج قواش برخورده که یدالله اسب خریدن. بفرمایین، چایتان سرد شد، بفرمایین زنمو. حالا که آب دست شمر، نوبه یه هممون میرسه که جور مشتمو به خوابانانمون دم باقش و شلاقمون بزنن و نفس کسی در نیاد. بلا نسبت شما که میشنوید، چشم این مردم کور شب از که پشت همو ندارن. اگه پشت همو داشتیم که چه مان بود؟ به همه درد ما اینه که هر کس خر خودشو میرانه. یه کیله جو تو آخر مردم ای آبادی بریز، بعد یه کارت نباشه. اونام تقصیر ندارم، پدر نداری بسوزه، پدر نداری بسوزه. ما چه داره نزد دادوبار نکنین آخه، به همه خیر طبیعه. من از دست شما سرم بردارم، بسته بگم. ساکتشون کن دیگه، اجر گیری افتادیم. بیرم بیرم ببینم نوبه ای ما نشد آخه. خوبه خوبه، ببر به جان ارباب دعا کن. هش خانم بیا جلو ببینه. پسر اولی هش من و سه چارک. پسر اولی هش من و سه چارک. بیا اینجا ببینم، چهار مشتش کم کن. من نان خورمون زیاده نایه. باش دو ساعت عمله از پارسال بده کاره، پش کم میذاریم. ما بده باری نداریم. نه نه نه، برو بکنم. نه نه نه، برو بکنم. یلا یلا، بده بش برو بینیم. بیان چارمون بردا برو بینیم. یلا بابا ساکت باشین. بعدی زنم از رجب پنج من و دو چاره. زنم مشرجب پنج منو سه چاره. ساکت، به همه میرسه، والا به همه میرسه. اینقدر هل نزنین آخه. دیروز ارباب فرمایش کرد هر کی گندم احتیاج داره بیاد از انبار مساعده بگیره. تا سر خرمه همه مردم آمدن و گرفتن الا پسر شما که ماشالله دماغش باد کرده و با علا حرزت هم فالودن نمیخورن. اما چه کنم، دلم رضا نداد تو که عموز آدمی تاپوت بی آرد بمانه. حالا کو تا خرمه؟ اجالتا این یه قرد آردو از خانه خودم براتون آوردم، وقت خرمه یه جوری با هم حساب میکنی. سلام عمو یدالله، خسته نباشی، خانت آباد. بابا خیلی به ما کی نبستی. گرگ تو خانه میش چه کار داره؟ حرف کلوفتم که بارمان میکنی.
دنه کت خدا مرحمت کرده برامان آرد قرض آورده. ما خمس و زکات خوره دل دوزیا و نزول خوریات نیستیم. یالا پاشو مرتی که ناسید آرد تا وردار و گوره تو گم کن. پشو پشو چشمم روشن مرتی که روشن میکنی. یدولا تو خیلی هوا ورد داشته. خودتا با دم و دستگاه اربابی در نندراز. برو لادت زار بابا وقتی جیک جیک مستان یاد زمستان تم برو مردی که کاسلیس باشه وقت از جواب زمستان لابد میام در خانه شما سک صفتا دم تکان بدم. من خیال کردم تو آدم شدی ولی پسر همون ببراز کل خری. برو گمشا. خیلی خوب دارم میرم. چرا هول میدی؟ حیف از طلا که خرج متلا کند کسی. مردی که یه لندو خجالت نمیکشم روی من پیر مرد وای میزن. یک پدری ازت در بیارم که خودت حس کنی. آسیاب بودی کت خدا؟ نه بابا، رفته بودم خونه این بیچشم روی سگه ها. خانه کی؟ این نکرگ پدر سوخته، این یدالله مرتیکه بیچشم روی بیحیا. کیسه آردی که براش برده بودم زد تو سرم، کلی هم بد و بیرا بارم کرد. تو شیش و چهل و هشت من. خیلی خوب مرتیکه یه گردن کلفت بی حیا. صبر کن، این خیلی تو این روزا دم در آورده. به خدمتش میرسم، یک خدمتی بشش بکنم که تو این دیار صدا کنم. بله خیلی بی آبرو شده. یک بلایی به سرش بیارم که تو تمام آبادی بپیچه. مرتیکه از پارسال بیا ببین، بیا ببین کت خدا. اینه هاشش، اینه ها 20 من گندم، 30 من لوبیا، 40 من نه 70 من پیاز، 30 من نخود. همه اینا را بده کاره. الان میرم سراغش، همه رو باید بده. ندارم مدارم هم سرام نمیشه. اگه بخواد زبان درازی بکنه سر و کارش باشان دارم. بیار پایین. این پسره خیلی گردن کلوش. آره اصلا خدا را بنده نیست. ببینم ارباب کجا؟ تو باغه. من برم خدمتش. لنگه رو بذارین زمین تا من به خدمت این آقا یدالله برسم. اون لنگه رو همینجور باشه تا برگردم. اینجوری باشه پس فردا تو گوش اربابو میزنم. از خداش بود عیبناک با شما، از شرم خلاص بشه. هیچ، وقتی به دوا دکتر رسیدم یه کار از کار گذشته بود. او بلایی که نباید به سرم آمده بود. دکترها گفتن اگه نباریمش چرک میکنه. دکترم بی جهت میگفت. هیچ، ما هم دهاتی بودیم و بی سواد. دستر دادیم برید و حالا شدیم اینجوری. خلاصه ما هم حوالش دادیم به خدا. چه کنیم دیگه، چاره ای نداشتیم. با همین یه دست میسازیم، راضیم به رضای خدا. مجبور بودم، کاری نمیتونستم بکنم. آله چاره نبود. وقتیم که مشهد الله بی زحمت. یه دولا بپا چه؟ بیا. چه؟ ببین یدالله، تو یه حسابایی از گذشته داری که ارباب گفته باید صافش کنی. یعنی چند تا عمله بیگاری بدهکاری، سیمان گندم بدهکاری. اولا که حالا آه در بساط ندارم. دویما این حسابا را از اصل قبول ندارم. ببین یدالله، آمدی یا نسازی انقدر تون نرو. تو چت شده تازگی ها؟ مثل که خیالایی به کلت زده. اولندش که کت خدا را آرد تو سرش میزنی و آبروش تو آبادی میبری. پس بگو آمدی تان آرد سرکوفتن کت خدا را ازم بگیری؟ خب بالاخره جواب های هوی دیا. حالا تو یعنی هوی کت خدایی؟ شهر بفهم رونایه، برو پی کارت. به پروپا من یکی نپیچ. اگه بخوای کله خری کنی جلوی این مردم میگم، و ارواح پدرم به تمام مقدسات عالم قسم، اگه بخوای دندگی کنی جلو پلاست از این ولایت میریزم بیرون. ها سگه کی هستی؟ دهنت میچاد اسم یدالله را ببری. برو برو امو خرت در یه خانه دیان نال کن. ما باج بده نیستیم. آخه چرا شر بپا کنه آبادی شدی؟ حالا که اینجور شد اگه کاری نکردم که با دست خودت نامزد تا بفرستی خانه ارباب از تو هم کم تره. این که به خود اسم نامزد منه جلو مردم گرد شد. همه تنه ببرم. نه 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 نه
ببر نشانه اربابت بده جای طلبش یدالله چاشو باز که داری شرم پاکیوز خود شره به پاشو بر سراغ اربابت بیشرم از که دیگه ولش کن بیا بریم بابا مردم شهادت باشین یه بند شلوار بریدنی نشانش بدم که هست کنم پدر سگ گردم کلا جلو کلاسش گرده یه سگ میبندم اگه این کار نکردم نای فتالنا نیستم حالا نشانش میدم ارباب نایب چه خبر؟ ارباب آبروم از خودت میخوام میان اهل آبادی سکه یه پول شدم ارباب آبروی این نوکرت به شش برگردم آخه چطور شده نایب؟ چی دیگه میخواستین چی بشه؟ این مرتیکه بی آبرو دم در مسجد جلوی صد تا چشم نشست رو سینم و قیش کمرم رو پاره کرد عجب پدر سوخته که ناراحت شدم با این تفصیل دیگه توی آبادی نمیشه به یک گربه بی بزنم گفت پیش ده نگاه کنین توی آبادی دیگه یکی که آبروم برام نمانده ادب میشه برو قلم کاغذ منو بیار یه شرحی بنویسم برای پاسگاه مراد علی همین الان سوار بشه بره قربانی رو برداره بیاره اینجا این مردی که یه نره خر باید سپردش دست ژاندارم بله تن و راشم همینه چش بالا نایه سلام علیکم باشم علیکم اینجوری نگام نکن حیوان شرمت دارم میدانم که دلت میخواد پا تو رکابت بذارم و تاختت بدم اما در کدام میدان میدانی نما یدالله خانه ای سلام بفرما سلام علیکم چه عجب از خانه در شدی اما بس که خانه ماندم دیگه دلم پوسید در شدم بلکه یه آفتابی به استخونم بخوره بلو چطوره؟ بهتره؟ نه چه بهتری مثل چیزی که زیر سنگ آسیاب گردان باشنم خورد و خمیرم از او گذشته از چشای مردمم خجالت دارم همینطوری بیناموسا مثل سگ هرزه مرز به پر و پای ما میپیچن و به شما پیله کردم الان داشتم به میرزا میگفتم اینا مثل مارن اولش کپ بکنن ناغافل میزنن به بند ناف آدم اما خودمانیم شیرین کاری تو همه یه بلوک پیچیده بله هم قول دایم گفتنی بازم باید هوادار باشیم به کلامم خوابیدن خدا داد خدا بله ارباب بله داد خدا این پدر سوخته رو تحویل سرکار قربانی بده چشم ارباب Thank you.
ملموت خانه ببرش زود. نرو خودشو بخواب. بترسین از روزی که ناموس همه تانه این اربابای بیدینه از خدا به دور از خانه یکی یکی بکشن در. باید بریم در خانهش، بریم گرد بیغیرتی خودمانم بتکانیم. هلی بریم. سطح زندگی رفته بالا، نرخ دو سال پیش دیگه پول به کسی نده. رپو بر بالا. چشم بر بالا، اما نک و نکشان در آمده. جهنم در بیاد. ارباب، ارباب جان، این مرتیکه چلاغه مردم شورانده که بیان سراغ شما قلعه را خراب کنن. ارباب جان به داد برسین. عجب، آتال نکن، برو دم در براشون یک خود حرف بزن، بهشون وعده بده، یک کاری بکن. دیگه در ذهن بگو هر کسی گندم مساعده گرفته بهش بخشیده میشه. آتال نکن، برو دیگه. مراد علی بوده، برو توپنگ و برداره، برو رو پشت بوم، در اندرونم ببر، هر کی تو باغ اومد بزن بشم دیگه. برو وایسی ارباب بیا. ما اومدیم خانه ارباب خراب کنیم. محمدیاش صلوات بلند خط کنن. اللهم صل علی محمد. بگین نیا اومدیم این قلعه رو روز سرتان خراب کنیم. اینجا خانه یا ظلمه، باید خرابش کرد. چرا؟ کسی که پایین ناموسش وای میسته ژاندارم باید با دست بسته ببرتش. هر یه دفعه شیون هم یه دفعه. آخه چرا مرد نامسلمان؟ مگه یدالله بیچاره چه تقصیر کاری کرده؟ سب کنین، سب کنین بابا، اگه مسلمانین دو کلمه هم به حرف من گوش بده، بعد هر کاری که خواستین بکنین. صلوات بفرستین. حرفای تو به درد خودت و ارباب حروم لقمت میخوره. افتای فیمایی، اما خودت به کاتولیسی فروخته. بابا مردم آرام باشین، جوانی نکنین. من خودم الان با ارباب صحبت کردم، راضیش کردم که بره از شهر رو یدالله رو آزاد کنم. بله دروغ میگه. یا چی میخواین؟ دروغ میگه. خب حالا صلوات بفرستین. حرفاشو باور نکنین. ما دیگه گول نمیخوریم. اینا همیشه با این وعدهای سر خرمن و دروغ خرمان کردن و بارش بردن. بله والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، شما خام شدین. کار شما با این کارا درست نمیشه. راش حرف و مذاکره است. ارباب قول داده که دیگه پای ژاندار تو این آبادی باز نشه. دیگه ژاندار تو این آبادی نمیاد، اما به شرطی که خودتانم عاقل باشین. شما یه قطره خون اگه از سر کسی بریزین، قانون پدرتون در میاره. دیگه دوره بلوا و هرج و مرج و قلدری گذشته. ارباب گفتن بهتان بگم هر کی روزا آردی گندمی از انبار مساعده گرفته به شش بخشیده شده. مال خودتان. بله مال خودتان. هیچ کس بابت گندم به انبار بدهکار نیست. هر کی هم گندم میخواد بیا بگیره. یه چی میخواین؟ والله هیچ اربابی اینقدر فکر رعیتاش نیست. بازی نخورین. ای خود دادغال نکن، سب کن بینم چی میگم. آره والا شما را بی جهت شوراندن، میخوان خانه خرابتان کنن. مردم گول هیچ کسا نخورین، نذارین اقفالتان کنن. برین حاج آباد ببینین اربابش چه بلایی سر رعیتاش آورده که نوکرش زده بودن. آخه شماها که هر گرفتاری دارین، همین ارباب که به دردتان میرسد. بله والله راست میگه، ارباب خیلی خوبیه. اگه مساعده بخواین ارباب بهتان میده. اگه مریض داشته باشین با جیپ خودش شما رو به شهر میبره. چرا بی خود میخواین خودتان رو گرفتار کنین؟ برین برین سر خانتان، سر زندگیتان، پیش زن بچه‌تان صلوات بفرستین. الله صل علی بابا.
خانه برو ببین آردی گندمی چیزی میخوای بیا از انبار بشت بدم. سمگری در کشور مصر حکومت میکرد، به او فرعون میگفتن. فرعون مرد خودخواه و مغروری بود، به دروغ مردم میگفت من بزرگترین پرگار شما هستم. پروردگار پروردگار شما هستم، زندگی و مرگ شما در دست من هست. کشور بزرگ مصر و این نهرهای جاری همه مال من هست. شما باید بدون فکر و بدون چون و چرا از فرمان من اطاعت کنید. سلام مصطفی هم اغور بخیر، عاقبت شما بخیر. خب بچه هم بسه، از رو درستان رو نویسی کنید. باش آقا. خب میروم شهر پی آقای یدالله، میترسم براش پرونده سازی کنم. چند تا شهادت میخواد که بدانن نایب اول بشش زور گفته. خدا به سر شاهده، از دیروز که جاندارم یدالله را برده حواس خودمو نمیفهمم. هرچی بشش گفتم دایی وقتی اونا منن تو چارک باش. نه دایی، حکایت این حرفا نیست. اونا چند وقته به اونو مشتمو پیله کردن، آخرشم زهرشانه به اونا ریختن. این مردمم که بلا نسبت درد شکم کشتتشان. آه ندارم تو خانهشان که با ناله سودا کنن. مال خودشان سر خرمن میبرن تو انبار، اون وقت مثل صدقه به خودشان پس میدن. چند روز پیش پستای گلن بود، از سر گدار پاییدم تا چشم کار میکرد، زردی گندم اربابی مثل طلا زیر آفتاب شبخ میزد. اون وقت مردم این آبادی بدبختی نفسشان چیده. از بدبختی مردم که نگو، یکیش همین مکتب، همشان درس رو ول کردن و رفتن دنبال خرگاوای باباشان. اون دوتا مجدوادی ها بیان پاشین. خداحافظ آقا. خداحافظ. خدا نگهدار. سلامت. به سلامت. پس چه کنیم آقا؟ خدا میدانه خیلی زیر ظلمیم. ناامید نشو. ببین، تو مثل آدمی هستی که درخت پیری رو با تبر میکنه. هر تبری که بزنی یک قدم به طرف از ریشه کندنش رفتی. اما راه نهاییت خواستن مردمه. با صبر و حوصله باید اونا رو حالیشون بکنی که زنده موندن مهم نیست، زندگی کردن مهمه. یه آینه به دستشون بده که نکبت و روز سر و کولشون ببینن. بهشون بگو حق همیشه گرفتنیه. اگه منتظرن یه روزی یکی از آسمون بیاد در خونشونو بزنه و حقشونو تو بشقاب چینی تقدیمشون بکنه، باید بدونن که راهش نشستن و انتظار کشیدن نیست. برن اگه تو آسمونم هست به زمین بیارنش. یاد مردم آبادیت بده که مثل شیر بخورن. اگه حقشون ستاره آسمونم که هست، مثل پلنگ براش خیز بردارن. شاید تو خیز اول و دوم، دهم و بیستم به جای ستاره با سر به زمین بیان، اما تو خیز آخری بالاخره ستاره تو چنگشونه. آبادی تو یه یدالله نمیخواد، صد تا یدالله میخواد. تمام آبادی ها باید پر از یدالله باشه.
یدالله هایی که تا نفس میکشن خواب به چشم نامردا و ظالما حرامه. ارباب شما به گور پدرتون و هفت جهتتون کار دیگه کرده که وقتی این مرد ما تو آبادی نیست آمدید براش کلفت ببرید. پدر سوخته های انشالله وقتی آزاد شدی و از اینجا رفتی امیدوارم این دفعه جمعی و کاری ریششونو بزن. باید بدونی که جواب زور زوره. تو با کسی که تو هم مسلحه نمیتونی با مشت خالی باش بجنگی، چون حاصلش یه گوله به قلب خودته و یه عبرت بد برای مردم. اینجا خاک شما از خونتونم باید باشه. آقا آقا حرفاتون هر کدام 100,000 تومان قیمت داره. اگه امید خدا از این بند خلاص شدم حرفاتون بند گوشم میشن. امیدوارم. فقط نترس، خون تو و من و امثال ما جوهر مشق بچه های تو، آبادی تو و شهر من. پسر جان، من آدم با وجدانیم، میدونم که میخوان برات پاپوش درست کنن و برات پرونده بسازن. تو این چند روزم تلفن‌ها و مراجعات مکرری به من شد که تو رو حتما محکومت کنن، اما من حقیقت رو زیر پا نذاشتم. تو آزادی. خدا رو شکر. خدا به شیطان عمر و عزت بده. متشکرم. ممنون این هم ولایتیاتم باش. شهادت اونا به تو و من کمک زیادی کرد. خدا به همه تن عمر بده. تو چشم نایبم کور شه. های دلش میسوزه. خدا حافظ شما. سایه شما که خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. به سلامت. خدا حافظ. به سلامت. آقای عدل بفرما. خدا هزار سالت کنه. الهی داغ نبینی آقا. اگه 100 تا آدم مثل تو توی این مملکت باشه، این مملکت گلستان میشه. خدا حافظ. عزتتون کم نشه. سعی کن وقتی برگشیده عاقل‌تر باشی. خدا حافظ. خدا حافظ. به سلامت. شما کم نشه. من مبارکی جعفر آبادم، حالا دیگه تراکتور داره. تراکتور کار شما رو سهل و آسون میکنه. دیگه درد سر گاو و الاغ و این چیزها رو نداری. صنعت امروز کارها رو آسون کرده برای شما. این تراکتور که به اندازه زندگی همه شما قیمت داره، فعلا زمین‌های خودم رو شخم میزنه، بعدم انشالله اگه وقت اضافی داشت به همه شما هم میاد. شر وارد آبادی شد. بفرمایید.
آمو مشید الله، توی این مدت که شما نبودی مالک لامذهب تراکتورش امان همه را در آورده. البته که در میاره، بترسین از روزی که کوچ و کلفت من گرسنه یکی یکی در به در بمانن. اگه حقی داریم که باید بگیریم، این خاک مال خود ماست، باید مال خونمانم باشه. تازه از شهر شنفتم که خیال داره پایی چاه عمیق بزنه. اگه چاه بزنه اون یکی که آب قناتم خوش میشه. اونم همینو میخواد، چون اگه آب و زمین مال خودش باشه ما با خوشنشین حکم همو داریم. پس چه خاکی به سرمان کنیم؟ این تراکتور آفت جانمان شده، پدر صحرا رو در آورده، بعدش هم پدر همه رو در میاره. تراکتور چیز خوبیه، اما عیبش اینه که آب دست دشمنه. بلای اول کم بود، حالا بلای دومم رسیده. تراکتور به جهنم، چاه عمیقش قنات ما رو خشک میکنه. حالا میگین چی کار کنیم ها؟ چه باید بکنیم؟ چه چاره باید کرد؟ تکلیف چیه؟ چاره ما اینه. ایشالله پاییز تشکیلات چاه عمیقم میارم. ایشالله. این همه زمینی که ماشالله شخم زدیم آب زیادی هم لازم داره. ماشالله، به خصوص که گندم اینجا تو تمام فراهان عراق تکه. من سلام ارباب. از سلام کت خدا. سلام علیکم. از آبادی چه خبر؟ برای همین عرض خدمت رسیدم. بشین کت خدا. چشم. این مرتیکه یدالله هنوز رسیده نرسیده شروع به تحریک مردم کرده. ملاحظه میفرمین؟ دیشب هم تو خونه جلسه داشته، مثل یک از شهر برامان سوغاتی آورده. به خدمتش میرسم. ارباب فرمایش میفرمایی؟ این مرتیکه بعد از او جسارتی که به بنده که نایب و مباشر شمام کرد، دو روز رفت زندان و پرروتر شد و برگشت. مردم دیگر روشان باز شده. شماها چقدر زود دست پاچه میشید، باید صبر داشته باشید. یا آشی واسه یدالله خان یاغی بپزم که خودش هست کنه. هر طور سلام میدانیم، عرض بنده اینه که باید سر و پکشونو کوبی. اگر مردم این آبادی سر وردارن فیلم جلودارشان نیست. نمیخواد بی خود حراسان شید، یدالله بطه است، کندنش مثل آب خوردنه. کت خدا همین الان برو جعفر رو بفرست بره زمین خود پدر سوختش رو شخ بزنه، ببینم چه غلطی میشه. شد داره زمین منو شخ میزنه. بر شیطان لعنت، سب کن ببینم چطور میشه. راست سب کنم امو یاد الله. وایسا بابام، شر به پا نکن. وایسا ای اگه چشمه داری که مولوی زمین رو ببینی. اینجا زمین اربابی نیست. به من گفتن امروز این زمین رو شخ بزنم. هر پدر سوخته ای گفته، به قبر پدرش خندیده که گفته. یا پایین هلا هلا. من تقصیری ندارم، به من گفتن شخ بزنم، منم میزنم. چرا میزنی؟ میزنم پدر سوخته به اربابتم در میارم. یا کردی؟ کی به تو گفته اینجا رو شخ؟ اچار چه خبر شده؟ ارباب اینا میگن نمیذاریم شخم بزنی، بعد و بیراه میگن، تو گوشم زدن. ارباب تمام زمینای این مال که مال شخم تراکتور تو نیست، این زمین مال منه. یدالله باز رگ خریتت بلند شده. تو لالمانی بگیر موش و کور، گمانم بند تومان نو. ببین ارباب، ببین که تخم نا بسم اللهیه. یدالله خان کاری نکن که به ارواح خاک پدرم بدم ببندنت به دم اسب.
ارباب، به گمانم نه شما خدا را قبول داری نه بنده خدا را. تیا بیقانونی هم حدی داره. این زمین مال ید الله نه مختص شخم تراکتوره. ای پیر سگ، حالا تو هم داری برای من حرف از بیقانونی میزنی؟ دستت بگیر بزنم تو عجب، بسیار خوب. ما باید در این مورد یه تحقیقات مفصل انجام بدیم جناب زمزم. مطمئن باشی نمیذاریم بی شما رو بیشتر از این ناراحت کنه. ولی عجب آدم ناراحتی شده ها. بله سرکار، آسایش همه رو گرفته. به جان عزیزتون تمام مدت به فکرشونم، اینم عاقبتش. شما ناراحت نباشین جناب زمزم. از ناراحتی گذشته سرکار، مسئله تامین جانی مطرحه. آدم میشه جناب سمسام، شما تشبرین مامورم بلافاصله بوشت شما حرکت. بسیار خب، نایب در خدمتون هست. خلاصه ملاحظه میکنید که بل. دیگه سفارش نمیکنم، هر گلی زدین به سر خودتون زدین. خدا حافظ. سلامت خوش آمدین. سلامت. بپاس سفر. نگه دارم همین جایی. اونها خود پدر سوخته شد. آهای یاد الله جعفر آبادی. بله با تو ببینم. یلا من؟ آره تو زود باش بیرو بندست همونجا. میگم با تو. یلا بلا یلا بلا یلا بلا یلا بلا. من تقصیری ندارم. سر کن به خدا، همین شر را همین نایب به پاک کرده. داری ازت در بیار که هست مادرم. برا دست دیم چه بردنش؟ این شرش توف برود بیار. بله دیگه شرش کنده شد. راش همین بود، اینجور پدر سوخته ها این قارچن. بله هرچی بیشتر بمونن بیشتر ریشه میگیرن. بفرمونی گشتی یه بزگر گله رو گر میکنه. بله درسته. حالا ارباب فرمایش میفرماین. چطور نایه؟ حالا عرض میکنم، این مردی که چند روز میره شهر چهار تا درس دیگه یاد میگیره و پرروتر بر میگرده، ای که چیزی نیست. دندون کرمو را باید در آورد. آ از شرش خلاص شد. نایب بد نمیگه، اینجور پدر سوخته ها رو ریشه شونه باید کند. الحمدلله تو ده من که تا حالا از این خبرها نبوده. پیدا میشه، کم کم از هم یاد میگیرن. اینجا هم فقط این مرتیکه و چند تا دوروریاشن که اخلال میکردن. این مرتیکه را همون روز اول که رفت و غلط زیادی کرد و اسب خرید، باید جلو پوستش و ارباب میری خزی آبادی بیرون. آره. بله وگرنه کار به ایجاها نمیکشی. همون موقع باش بیرونش میکرد. آره. بله اما هر کاری راهی داره. آیه حجب خان، شما که حمدالله خودتون مالکین و دستتونم تو کاره. بله اما شمشام جان نایب درست میگه، شر اینو بکن تا برات درد سر نشده. مثلا چطوری میشه بی سر و صدا شمشام؟ حالا عرض میکنم. با اجازه، دیوار موش دارم. یدالله را اینا تا فردا تو پاسگاه آشتیان نیگرش می‌دارن. فردا با جیپ از راه کویر میارن میبرنش عراق. موسیقی
معبد ما بزن. بلکن خودم اگه چه معبدی جاندارمون نزنی پدرمون رو سر کنی یه دولار رو بزن. نه بابا حواسم جمعه، همچی مخش رو داغان کنم که کیف کنی. پیله نکو پسر، بده ما بزنمش. چو کنا خودم میخوام بزنم و شیرینیش از ارباب و نایب بگیرم. ها بجوم دیا. آها خوب شد، بزن. دیدی عوضی زدی و پدرم آنو در آوردی، حالا چه خاکی به سرمان کنی؟ همش تقصیر تو هم، حواسم رو پرت کردی. با چرا جلو نمیاد؟ صبر داشته باش. داره چه غلطی میکنه؟ نمیدانم. آمد بیرون، بزنش. ای مرحبا زدی، زدمش. زود باش بیا از اینجا بریم. زدمش. دیدی زدمش؟ بریم. بر سرتون کنن بیارزه های مفخور. دیدین چه شری برای من درست کردین؟ ارباب، ارباب خدا شاهد ما خیلی مواظب بودیم، اما تیر مرادعلی خطا شد. بس که خدا بیامرز پیله کرد، هی گفتم بده ما بزنم لش کرد، اشتباها ژاندارم زد و این خاک به سرمون کرد. بدبخت چهار تا بچه‌ش یتیم مانده نایب. آخه چرا باید ارباب انقدر ناراحت بکنی؟ برو پیکار بزر ببینم چه غلطی. برو برو. بیچاره مرادعلی مف مف مرد نایب. به جهنم، به درک اسفار سافلین. تا چشمش کور شه مرتیک پدر سگ. من این دوتا لشو فرستادم که شر این مرتیکه رو بی سر و صدا کم کنن. ببین چه محشری برام درست کردن. بل. حالا اون مرتیکه پدر سگ یاقی مسلح هم شده. بل. هیچی دیگه، خودمون با دست خودمون تفنگو دادیم به آقا که کیو بزنه که شبی نصف شبی گلولش تو سینه ما خالی بکنم. خیلی نادانی کردی، خیلی. همون مرادعلی نفهم خودشو به کشتن داد، هم برای ارباب دردسر درست کرد. ارباب چه خاکی تو سرمان بریزیم، یا مار سمی با یک کیسه زهر، یا دولا قاتل دو نفر با یک تفنگ، چه بکنیم؟ فعلا با تو کاری نداریم. فرمایشی ندارین؟
اربابی شوخی نیست. پای جندارم دولت تو کاره. یه جندارم کشته شده، توپنگش رو برداشتن. این دو نفرم که شناخته. مطول یه لیوان آب بیار ببینم. خدا خودش آخر عاقبت منو به خیر کنه. عرب زیاد دست پاچه نشو نایب. اون مردی که یه پدر سوخته جرأت نمیکنه خودشو این برا آفتابی بکنه. از اینا گذشته به علاوه حالا طرف دولت هم هست. مطمئن باش تا چند ساعت دیگه، چند دقیقه دیگه یه کامیون ژاندارم اینجا پیداشون میشه. ارباب تصدقتان برم، با پیدا شدن جنازه این مرتیکه گند کار در میاد. سر و کله مأمور که پیدا بشه اون وقت شما پاتان وسط میادا. دیگه گیجم نکن نایه، بذار ببینم میخوام چه غلطی بکنم تا بعد. باش چش، من فعلا شرح یه تلگراف رو مینویسم بده دست این پسر اکبر، ببره عراق فوراً به تیمسار شوهرم شیره تلگراف بزنه که اون اول مسبوق باشه. ما هم تا فردا صبح صبر میکنیم ببینیم چی میشه. بابا جان بپرس بعد در با کن. باشه. کیا؟ حسنی هم من بدون نه با کن. نانیه که دامنم گذاشتم، به این که خودم خواسته باشم دیگه نمیتونم بمانم، باید تمام کنم. یه لغمه غذا بخور که نفست دارم. خودم حسنیه جم مواظب خودتون باش. خدا حافظ مشم و به سلامت. دست علی به همراهت. نمیدونی از صبح که حرف فرار تو آبادی پیچیده ما چی کشیدیم. هر کیم یه جور حرف میزنه. وقت تنگه سفر، میخوام در انبار گندمش رو بشکنم. انبار گندم اربابا. آره میخوام دیگه یه سرش کنم تا من یه دقیقه برام تک ننم و بیام خانه درش و آرام به در خانه ها بگو که در انبار گندم ارباب باز شده. خانه میمونی؟ آره من تو خانه مانم تا تو بیا. خیلی خب باش برو. بلایی سر تو بادم چیزی نیست ننه،
گوله پرشانم خراشیده. الحمدلله به خیر گذشت، وگرنه رفته بودم. بلند شیه پیرم برام بردار بیار منه. این چه جوانی بود که کردی؟ چی بخوایم؟ دوله سر سر منو بیدار کرده برای چی؟ من از خواب پیش دیگه آقا سفر هوادار باش، من رفتم سراغ خودش. باشه برو. یدالله چه خبره؟ چی شده؟ بیامد بیام کرده پاشو سور اسرافیل دمیده پاشو سالم خدا نشناس پاشو یدالله جان یدالله چی به کلت زده؟ با تفنگ چه کارته؟ خدا میدونه یدالله که من از همین کله خری و نترسی تو خوشم میاد. پدر خدا بیامرزتم همین طور بود. یدالله اگه پسر زرنگی باشی و عقل تو کلت باشه، هم بخت و هم اقبال به در خونت اومده. میخوام تو رو مباشر املاکم بکنم. قبای تملق و پسمانده خوری به قامت ما نیست. من آجال خودت بدان که بالای سرت آمده. میدانی گوله این تفنگ چیه؟ عشق اون بیوه زن و عرق اون رعیتیه که سر تا سر سال مثل کرم تو خاک خول خودش و زن و بچهش جان میکندن و حاصلش سر خرمن خودش کل میگرفت و به انبار تو قاسب میبرد. آخه سفر، من از خودتانم، ما با هم قوم و خویش هستیم، چرا همچین میکنید؟ وقتی که خونه این مردم ها تو شیشه میزنید دوستان از خونه بودین؟ عرضتان با خودشم. گله این تفنگ از تمام ظلم تو ساخته شده. ببین یدالله، تو هیچ وقت چیزی نداشتی که بدونی چه جوری باید ازش نگهداری بکنی. من اگه دوتا سیلی به گوشه ی رعیت تقصیر کار نزنم، خودم باید برم در خونش گدایی بکنم. تو هم اگه جای من باشی باید همین کارا رو بکنی. بسن من اگه ظلمی کردم به خاطر این بوده که امنیت و عدالت برقرار بشه. همینان اینا خونتانو مکیدن. همین نوکر زدن. بلند شو یدالله، بچگی نکن، اینطوری با آبروی من بازی نکن. تو معنی آبرو را میدانی؟ لکه به ناموس کسی انداختن بی آبرویی نبوده؟ منو جلوی مردم نبر یدالله. چرا؟ یا آقا یه ظلم کشیده بهشون گفت تکلیف ظالم را به مردم واگذار کن. حرفش برام قیمت داره. یلا بذار ببینن اون ظالمی که از صدای سم اسبش هراس تو دل بچه هاشان مینداخت چطور ذلیلشان شده. حالا
نوبه افسوس خوردن تو و کیف کردن اوناست. آره افسوس. برو برو ترام لقمه برو. یلا های مردم، این ارباب ظالم مفخور، اینم شما، تکلیفش با خودتان. اون دیگه ارباب شما نیست، باید به شما حساب پس بده. هر بلایی میخوای سرش بیارین. مردم، من میدونم شما رو بر ضد من شروندن. من اگه ارباب بدی بودم یه خوبیایم براتون داشتم. حبیب الله، چند دفعه با جیپم بچه مریضتو بردم شهر دکتر، ها؟ نمیزم، من چقدر در حقت خدمت کردم، آب و زمین و بز بهت دادم. عبدالله، یادت رفته که پول عروسی تو رو من بهت مساعده دادم؟ من نزول زیادی ازت گرفتم؟ علی، تو چی؟ تو که کلی پول بز رو اجاره، زمین و گاو و آهن و خونت رو هنوز ندادی، تو چی میگی؟ اینا خدمت نیست؟ اگه سن نارم کمک کسی کردی، قاعده عمرش ازش سود بردی. تازه اسم اینا رو میذاری خدمت زانو؟ مردم، من زن بچه دارم، من چه خاکی تو سرم بریزم؟ من هر کاری کردم همش به دستور ای ارباب بود. صد دفعه بهشش گفتم انقدر به اینا ظلم نکن. دیدی ارباب، مگه نگفتم ظلم نکن؟ انقدر ظلم نکن، من که گفتم. آخه من چه تقصیری کردم؟ من یه نوکر و فرمانبر بیشتر نبودم. به خدا، به من چه مربوطه؟ شما باید تقاصتون از خودش بگیرید. به من چه مربوطه؟ من کاری کردم، خودتون که بهتر میدونی. آره مردم، تقاص تو از خودش بگیری. یلا به شما ندید، بدین پدرش یادش، همه سر محاصره کنید. یلا خودفر رسید، برید کنار، برید کنار. بلند شو. چی شد؟ جناب سروان کشتنش به تحریک او یدالله. با اتفاقش یدالله بود.